نکته ای که اینجا علاقمندم که بهش اشاره کنم این هستش که در جمهوری اسلامی به نظر من و اساساً در تاریخ جمهوری اسلامی به اندازه ستم بر شهروندان به واژگان نیز ستم شده و ظلم رفته. من پیشنهاد میکنم پیش از هر چیز از استفاده از تعابیر محترمی مثل رفراندوم و یا همه پرسی برای مراسمی که من اسمشو میذارم تجدید بیعت در 12 فروردین 1358 در واقع اجتناب کنیم، از اون مفاهیم استفاده نکنیم. حالا حقوقدان محترم اینجا تشریف دارن و میتونن در مورد ابعاد حقوقی صحبت کنن. من یک اشاره کوتاه خواهم کرد که واقعا چه چیزی بی مسماتر از آری به نظامی که اساسا قانون اساسی نداشت و تازه بعد از 6 ماه قانون اساسیش تهیه شد و در پاییز 58 اون قانون اساسی هم به همه پرسی گذاشته شد و مخفی نبودن رأی ها هم سند دیگه ای از بی مسما بودن نام رفراندوم، اسم رفراندوم برای این به اصطلاح در واقع همه پرسیه که همونطور گفتم به نظرم نوعی تجدید بیعت با خمینی بود بعد از 12 بهمن و 22 بهمن. و این مسئله مخفی نبودن رأی ها مهمه چون از جزء بدیهیات یک رفراندومه که رأی ها باید مخفی باشه، ولی در اون روز نقض شد و همه، یعنی ناظرانی هم که در واقع مسئول بودن از طرف حکومت تازه تأسیس به راحتی میتونستن مشاهدگر رأی دیگران باشن. و در واقع من 12 فروردین 1358 رو میتونم در دو نکته خلاصه بکنم. یکی این که جهل مطلقی که نسبت به چیستی رژیم تازه تأسیس وجود داشت که شما هم نشون دادید توی نقد قولهایی که از بعضی از شهروندان در اون زمان شده بود، و دومی که سوء استفاده شرم‌آوری که از احساسات مردم در واقع شده بود. یکی حالا میگم این من خودم یه زمان که در واقع یعنی چند ماه پیش بکنم در توییتر خودم نوشته بودم که به عنوان یک شهروند اینو نوشته بودم، تأکید میکنم این رو به عنوان یک شهروند میگم، حقوقدان نیستم، نوشته بودم که به نظرم میرسه که از لحاظ حقوقی قانون مشروطه هنوز معتبر باشه، چون رفراندوم 12 به اصطلاح رفراندوم 12 فروردین 58 حداقل استانداردهای لازم برای کنار زدن نظم حقوقی پیشین رو نداشت و بر این اساس گفته بودم شاید پادشاهی مشروطه ایران رو هنوز بشه از لحاظ حقوقی نظام مشروع ایران دونست، به ویژه که علارغم اصرارهای فراوانی که به محمد رضا شاه پهلوی شده بود در تبعید که استعفا بده از پادشاهیش رو قبول نکرد، از پادشاهی استعفا بده، شاید با عنایت به همین نکته بود که ایشون قبول نکرد. و من در واقع اینطور گفته بودم که به عبارت دیگه جمهوری اسلامی به معنای حقوقی کلمه شاید رژیمی نامشروع باشه و کسانی که خب ادعای بنده رو نمیپذیرن، این حرف بنده رو در جایگاه یک شهروند نظرم رو دارم میگم، نمیپذیرن، بایستی استاندارد حقوقی رفراندوم فروردین 58 رو در واقع ثابت کنن. و البته باز هم تاکید میکنم کارشناسان حقوقی باید این بحث رو باز کنن. این نکته آخری که من از منظر حقوقی گفتم از جایگاه در واقع یک شهروند نظرم.